سلام و درود به عزیزم، امیدوارم که شاد و در حال باشید، روزگارم به کامتون باشه. در صورت قول معروف حوادث جلوتر از ذهن ها و اینا میگذره، هر روز حادثه وجود میاد که ای خطر جنگ گسترده رو به سرا به نمایش میذاره. همه انبار بارود و انگار منتظر یک جرقه است و منطقه جهان وضعیت اینجوری داره. این عملیات گسترده نیروهای مثلا هوافضای ایران، عملیات گسترده اینا علیه پایگاه موساد و پایگاه آموزشی داعش و یا به قول معروف داعش خراسان رو شاهدش بودیم. عملیات نیروی هوافضای سپاه پاسداران علیه مقرهای عناصر رژیم صهیونیستی در اربیل عراق و گروهک‌های تروریستی در شمال غرب سوریه، همچنان در صدر خبرهای منطقه و جهان. یک منبع مهمیدانی در گفتگو با روزنامه‌های داخل کشور به جزئیات عملیات که هدف قرار گرفتم تأکید میکنم، بیان میکنم. یه آمریکایی‌ها تلاش کردند که با عملیات مقابله کنند، اما تلاش نیروهای پدافندان ها برای رهگیری و ساقط کردن موشک‌های شلیک شده به نتیجه نرسید. اهمیت این موشک‌ها چی است؟ که یکی این که از جنوبی ترین نقطه کشور پرتاب شد در کرمانشاه و مثل که در خرمشهر، یعنی 1230 کیلومتر بود رفته، و از طرف دیگه دقیق زده، یعنی به سر نقطه زنین تا حد 5 متر ضریب خطا مثلا کار کرد، چون دو تا موشک رو که پشت هم در تقریبا در یه نقطه پیاده شده. این منبع میدانی با بیانی که مقر سرموسا و ناصر همکار اونا در منطقه ملا عمر و چند نقطه دیگه در قومه شهر اربیل بوده در قرار گرفته. این پایگاه که خارج از شهر قرار داره و محافظت میشه، یکی از اصلی ترین مقرهای اصلی به شمار میره که عملیات ضد ایرانی رو تدارک میدن و برنامه‌ریزی میکرد. این پایگاه ایشون بیان این که صهیونیست ها با پوشش های متعدد در این مقر عملیات تروریستی علیه شهروندان ایرانی انجام میدادم دستی کرد. صهیونیست ها با پاسپورت های آمریکایی هم در این پایگاه تردد و رفت آمد داشت. این منبع میدانی از حرکت و مجروح شدن 5 تا 10 نفر از عناصر و افسران و موساد در این عملیات خبر داد. یکی از عوامل به حرکت رسیده ارتش پیشرو زرهی از در سرده میدونم درست تلفظ میکنم که پوشهای اقتصادی برای صهیونیست ها فراهم میکرد، رابطه گسترده داشت با اونا و با خانواده آقای بارزانی بسیار نزدیک بوده
و فروش و انتقال نفت عراق به سرزمین اشغالی سهم ویژه‌ای داشت. بر اساس آخرین اطلاعات به دست اومده، یکی دیگه از عوامل سرمیسته که به نام کرم میخائیل بوده در پوشش تاجر تجارت و فعالیت اقتصادی داشته، تابعیت انگلیسی عراقی داشته و با موساد همکاری میکرد. در مجموع عناصری که در عملیات نیروی فضا سپاه فضا هوای سپاه کشته و زخمی شدن، علاوه بر قاچاق نفت عراق بدون اطلاع دولت مرکزی در بغداد از اقلیم کردستان به ترکیه به اصطلاح نفت میفروختن و سپس نفت از ترکیه به اسرائیل میرفت. هنوزم مرکز ثقل تجارت انرژی رژیم صهیونیستی با ترکیه که نفت آذربایجان و اقلیم و مناطق این دیره را میبرن از ترکیه است به اسرائیل. محور دوم عملیات علی گروهک‌های تروریستی در شمال غرب سوریه انجام شد. موازه تروریست‌ها به طور دقیق در منطقه دلدیاب و جبل السماق در شمال سوریه بود. گفته میشه که مقر اصلی تروریست‌های در این محور بوده. کمپ آموزشی عناصر تروریستی هم در عملیات به طور کامل منهدم شد. این منبع میدانی با بیانی که تروریست‌ها با ملیت‌های افغانستانی و تاجیکی در این منطقه آموزش داده میشن، گفته که تروریست‌ها پس از آموزش به اصطلاح در کمپ‌های آمریکا و اسرائیل که در اونجا همکاری با هم میکنن به بسیار خراسان بزرگ داعش خراسانی تعبیر میدن و اونجا عملیات میکنن. این منبع میدانی آمریکایی‌ها و سرمیسته تحرکات و نفوذ خودشون رو در مناطق اشغال شمال غرب سوریه ادامه میدن. آموزش عناصر تروریست مورد حمایت ترکیه با ملیت‌های مختلف از جمله تاجیک در دستور کار قرار داد. بر اساس اطلاعات به دست آمده شماری از عناصر گروه تروریستی متعلق به تحریرالشام هم جذب کردن با مبادی ضد ایرانی و در کمپ‌های آمریکا در اونجا آموزش. خب اگر اینا رو بخوایم چیز بکنیم، این سوال مطرح میشه که این حمله یه حمله تدافعی بوده یا تهاجمی بوده. از نظر حقوق بین الملل طبیعتا یه حمله تدافعی است. آنچه مسلم است در منطقه آسیا همواره رژیم اشغالگر خود اقدامات خشونت‌آمیز و مبتنی بر ایده مقابله محاصره و ضرب جمهوری اسلامی رو در دستور کار خودش داره و این بدون شک از اصول اساسی رژیم اشغالگر. همچنین به زعم پشتیبانان غربیش و رژیم اسرائیل جریانات مقاومت فلسطین و گروه های مقاومت منطقه جمله جریانات و گروه هایی که هست که برای آزادی فلسطین مقاومت میکنن یا گروه هایی هستن که در لبنان عراق هستن یا حتی جریانی که در یمن برای آزادی سرزمین یمن مبارزه میکنن. در صورت اینا همشون یه حالت تدافعی دارن، یعنی این مهاجمین غربی ها هستن و ناتو هست و آمریکا هست و اسرائیل هست و تمام این محور از مردم فلسطین، غزه و حماس و
فرزان آزاده هاش رو فرستین، همش تو مدل طولانی عدد دفاعی داره. در صورت این خط محاصره اگر تضعیف و نشه، جمهوری اسلامی مثلا برنامه دارن براش که آشوب بپا کنه. یکی در بود حقوق بین المللی، یعنی اقدامات حقوق گسترده علیه ایران رو انجام میدن، اقدام حقوقی علیه منافع کشور در مجامع مختلف به بهانه‌های مختلف صورت میگیره. بود دیگرش اقتصادی مبتنی بر تحریم‌های که قبل ویژه آمریکا رهبری کرده، فشار اقتصادی سنگین که ایران بسیار بهش وارد میشه. یک بود دیگه هم موضوع امنیت ملیه، یعنی اقداماتی انجام میدن تا هرچی بیشتر جمهوری اسلامی را تحت محاصره و تضعیف قرار بدن و امنیت اون رو ضربه بزن تا شاه نفوذ خودش رو به اصطلاح گسترش بدن. بود دیگری ماجرا مربوط به اقداماتی است که در داخل ایران برای متزلزل کردن پایه‌ی حکومت انجام میشه، از جمله تروریسم، اقدامات خشونت‌آمیز توسط گروه‌های مختلف در داخل، نظیر تقویت جریان تجزیه طلب کردی در کردستان که و گروه جیش الظلم جیش العدل در سیستان بلوچستان، یا جریانات تجزیه طلب در خوزستان که بنبار و العواز و امسالام وجود دارد. نتیجه محصول این اقدامات تولید ناامنی در داخل، محاصره جمهوری اسلامی در مرزهای خود و ضعیف کردن گروه های همگرا و همجهت در منطقه که با جمهوری اسلامی همجهت هستن، همسو هستن. اینا تحت عنوانی که گروه ها دست نشانده هم حقوق بگیرن، ولی این همین فداکاری رو به صلاح از خود گذشته این که فرض کنید یه منی هست غیر ممکنه یه مزدور یه حقوق بگیر این کارا که عجیب و غریبی که اینا انجام میدن. همونطور که این تحلیلگرا یه دیم تلویزیون ها ظاهر میشن و پستون به تنور میزنن برای اسرائیل، همشون حقوق بگیرن، فکر میکنن روسیا یا به قول معروف حزب‌الله لبنان یا دیگران حقوق بگیرن. هر کشوری مانند جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت و تامین امنیتش دست به اقدامات دفاعی میزنه و طبیعی است که در بعضی موارد مجبور باشه کرد اقدامات بیشتر از پنه انجام بده. با این نگاه و گفتگو اتفاقاتی که روز گذشته رخ داده، ضربه به اصطلاح ضربه بود از جامعه جمهوری اسلامی که تحرکات تروریستی انجام میدن، اگر بخوام بگیم مستقیما این ماجرا مربوط به مبارزه با فلسطینیان یا جنگ در غزه است، با سخی سطحی اصطلاح بود است. اما در یک چارچوب کلی این اقدامات در راستای دو جریان قابل توضیح. در صورت از این نظر میگم اینا را که خب اینجا رفتار آمریکا و غربی ها و اینا هم رفتار دوگانه در مسائل بین الملل و همواره فریبکارانه این کار رو میکنن. بلاد دوگانه بین الملل در روزه یک کشور به کشور مستقل دیگه قابل تو قبول نیست. اما واقعیت ماجره اینه که ایران بارها به کشورها و دولت عراق در مورد پناه دادن به گروه های تروریستی معارض و مسلح اخطار داده که رفتار دولت عراق ویژه اقلیم کردستان در این ماجرا خلاصه بر اساس اصول استهم جواری نیست. بارها در خصوص پناه دادن به تروریست مسلح که از مرز کردستان برای ضربه زدن به امنیت کشور استفاده میکنند هشدار داد.
آنها متحد شدند که از پناه دادن به گروه های معارض و مسلح که اقدامات درستی میکنم خودداری کنم. زمانی که مانند کرمان اتفاق نفته با بمبگذاری که در جاهای کشور شاهدان هستیم، اقدامات تروریستی دیگری در اساس اسکان حمایت و پشتیبانی اقلیم کردستان وجود دارد. بارها اخطار داده ایران. طبیعتا جمهوری اسلامی ایران شامل این حق هستش که از امنیت خودش دفاع کنه. زمانی که سازمان ملل این موضوع رو محکوم میکنه، رفتار فریبکاران از خودش نشون میده. به طور عقل در حال حاضر 25 هزار نفر در قصر قتل عام شده که به سر رقم بالای از اینا کودکان هستن و جمهوری اسلامی تا به امروز به عراق و دیگر همسایگانش قشتن داره نشون داده که سرزمین یک کشور را مورد استفاده توریست قرار بده. یه حق مسلمه در صورت که از خودش دفاع کن. حالا این سوال به وجود میاد، چطور ترکیه بارها و بارها حمله کرده به عراق، حمله کرده به اقلیم کردستان، ولی دولت عراق و اقلیم کردستان کمترین واکنشی از خودشون نشون نداد بر محکوم کردن ترکیه؟ چون در صورت ترکیه جزء پیمان ناپل ترکیه در این مسئله رو مطرح میکنه که خلاصه اگر به قول معروف این کرده رو تحویل ببندین به سوئد، جلوگیری میکنه از ورودتون به ناتو و هزار تا چیز دیگه. بیا رژیم صهیونیستی اگر بخواد چیز بکنه، اعتراض بکنه به ترکیه، نفت رو روش قطع میکنه. خب این وضعیتی است که وجود داره. اما از این مسئله بگذاریم و به قول معروف ببینیم که در منطقه حوثی ها، یا بهتر بگم مردم دلاور یمن، که در صورت الان جا افتاده میگن حوثی ها، روزانه تا 10 میلیارد دلار به تجارت جهانی زیان وارد میکنند. در این زمینه میبینیم که به صدا تنش نظام میان کشورهای غربی و حوثی‌ها در یمن از زمان بر فعالیت اقتصاد جهانی به خصوص در نهت تعمیرسازی تأثیرات شدت منفی گذاشته. برای نمونه تسلا تولید خودروهای برای خودش در آلمان به دلیل کمبود قطعات تولید شده در آسیا از 29 ژانویه تا 11 فوریه باید تعلیق قرار. شرکت سوئدی ولوو که صاحب آن اتفاقا شرکت چینی جیلی است، چون صاحب هستی شد مثل که شرکت چینی خرید، تولید خودش رو در بلژیک مدت 3 هفته متوقف کرده. جیلی همانند شرکت سوئدی ایکا مشتریان خودش گفته که نمیتونه در زمان مقرر محصولات خودش رو تحویل بده. او گفته فرمانده ارتش آمریکا در خاورمیانه از 23 نوامبر گذشته تا کنون روسیه در 27 حمله پهبادی و موشکی در دریای سرخ انجام داد. من نمیدونم وقتی که 9 سال بمب میریختن بر سر حوثی‌ها، بر سر مردم یمن، این سازمان ملل کجا بود؟ این آمریکا کجا بود؟ همکاری میکردن با عربستان، با امارات، با انگلیس. یه مرتبه به خاطر این وضعیت یه مرتبه آشفته شدن که
ملتی که از منطقه خودش دفاع میکنه و بیشترم انگلیسی ها حساسن چون تنگه جبل الطارق و باب المندب این دوتا در قول معروف با ملک طبق انگلیسی هست یعنی اینا به هیچ وجه نمیخوان از دست بدن در وضعیت عادی 12% کشتی های تجاره از این طریق وارد اروپا میشن 4 شرکت بزرگ کشتیران جهان که روی هم 52% حمل و نقل در انجام میده عبور کشتی های خودش را تنگه باب المندب در ورودی دریای سرخ ممنوع کرد در نیجه مسیر خودشون از آسیا و اروپا 13,000 کیلومتر مده 10 روز افزایش دادن یعنی زمان طولانی تری باید برن از دماغه امیدی بعد بیان اومد و وارد دریای مدیترانه بشن به این ترتیب پس از این پس 90% کشتی های حمل نفت از طریق کانال سوئز را اروپا نمیشن و این هم به کاهش 40% درآمد مصر که مالکیت کانال سوئز را داره منجر شد بحران در دریای سرخ به کاهش تجارت جهانی و همچنین کاهش صادرات و واردات به ترتیب میزان 30% در میان به اصطلاح آسیا و اروپا منجر شد بن سانکر رئیس شرکت امر نقل دانمارکی به فاینانشال تایمز گفته که ادامه بحران دریای سرخ علاوه بر فشار تورمی و افزایش هزینه نهایتا در زندگی مصرف کنندگان در اروپا و آمریکا نیز اثر خواهد داشت بر اساس محاسبات شرکت به اصطلاح بیمه آلیانس بحران جاری در دریای سرخ روزانه بین 6 تا 10 میلیارد دلار به هزینه تجارت جهانی افزوده یعنی ساعتی 360 میلیون دلار چیزی میکنه در صورت این وضعیت حتی تهدیدهایی که گفتن و مسئله که مطرح کردن منجر به این نشده که اوضاع از کنترل روسیا یا یمنی های دلاور این وضعیت چیز خارج بشه کنترل دریا 720 کیلومتر فکر کنم این مثلا بر دریا تسلط دارن و مسئله زیادی را به وجود آورده خلاصه اگر این مجموعه رو کنار هم بذاریم یک خبری هم من شنیدم نیم چقدر حقیقت داری همه نداره اینو باید دقیق کنم این است که آقای وزیر دفاع آمریکا به اصطلاح با فرمانده به اصطلاح ملوان های آمریکا چی بهشون میگن این ها یه جنرال بوده به نام جنرال تفنگدارای دریایی و آقای فرمانده آمریکایی در حدود اول ژانویه با قول معروف در کیف بود برخی سران ناتو جنرال ها بود و اینا برنامه داشتن به روسیه حمله به شهرهای روسیه حمله کن موشک های دوربرد بهشون دادن بحث هواپیمای F-16 به شدت بد شد و اینا برای شروع کارم برای روز جشن به شهر بلگرود به صلاح حمله کرد روسا میگن ردشون گرفتن
یعنی سیستم ضد جاسوسیشون مدت تمام این مسیری که 6 بار یا 5 بار این مسیر رو این وزیر دفاع اومده به کیف اومده بود، این مسیر کاملا دیگه چیز میدم. و حتی اون جایی که جلسه شو میذارم حدود جغرافی هایش کاملا بسد کرد. مثلا جنرال مکمیلی رو کنار گذاشتم چون معتقد بود این حمله اوکراین بی نتیجه است و کشدار میشه و هیچ نتیجه و مجبور به استعفاش کرد. و در نتیجه این بابا که طرفدار جنگ بود سر چیز کرد. میگم نمیدونم باید تحقیق بودی توی یک منبع روسی افراد زده گفته موشکای روسی در اون منطقه که اینا زیر زمین به اصطلاح کاملا اتاق جنگ چیز شده موشک بارون کرد، موشکای بزرگ، موشکای 500 تونی 500 کیلویی و موشکای بسیار دقیق نقطه زن. و در نتیجه دیگه آقای جنرال و آقای اسمیت و اینم جنرال بوده، اینا چندین نفر از جنرال های اروپایی هم بودن، اینا کشته شد. و این داستانی که این بابا رفته بیمارستان ها با کسی تماس نمیگیره و الان تو امریکا بلبار شده، توی کاخ سفید هم شوک شده، کنگره چی هم همه گیجن، الان هم بگه بیمارستان رفته پرستارا نهیدن میگن اتاق ویشو خبرنگارا هیچ کس دسترسی بهش نداره و هیچ کس به این شخص دسترسی نداره، یه لپتاپ از لپتاپ داره جنگ رو هدایت میکنن در علیه حوثی ها یا فلان ها. و در صورت این رو در میارن و میخوان شامل مرور زمانش کنن و بعدم قول معروف شهادتش رو بگن که ناشی از سرطان پروستات بوده و فلان و یه چیده با چیدم براش تحقیق جنازه هم براش نتونم بگه. اگر درست باشه قول معروف پوتین انتقام سلیمانی رو گرفت. در صورت تو توی جنرال ارشد از ناتو اینا گرفت. بعد از اون یه مرتبه اروپایی ها به وحشت افتاد و وزیر جنگ سوئد تو تلویزیون ظاهر شد و از همه شون چیز شدن که چیز روسی هم چیز موشک های اتمی شو در صورت فعال کرد بیرون گذاشت. لوکاشنکو هم همینطور و وضعیت ویژه به وجود اومده و آقای استرنبرگ گفته ناتو یه بلوک منطقه ای است، ادعای جهانی نداره. و آقای ترامپ هم از این مسئله بول گرفته و پیروزی دارم خیلی خوبی رو به دست آورده و گفته که من با پوتین کنار میایم و به سرعت درگیری اوکراین رو حل میکنم. و تو آقایو بقول معروف فیروزی هستن درخشان به دست آورده. و از اون طرف دیگه وزیر خارجه اوکراین دست به دامن چینی ها شده برای وضعیتی که پیش میره. الان حرکت زمستانی ارتش روسیه آروم داره میره جلو، جاهای حساس رو داره میگیره برای حمله بهاره خودشو آماده میکنه. و به همین دلیل هم تمام اروپا به وحشت افتاده. اروپا یا یعنی تمام ناتو با قول معروف 300 هزار گلوله، یعنی تو تمام تولیدشون بخواد 300 هزار گلوله توپ میتونم پیدا کنم. و
اوکراین آقای زلنسکی تقاضای 1 میلیون گلوله توپ کرد و روسیه الان فول تایم دارن کار میکنن، 1 میلیون گلوله توپ داره و اوضاع در سر در جبهه اونجا خرابه. و اگر این درگیری این حرکت ها جهانی ببینیم، مرکز فرماندهی جبهه خاورمیانه است که بذاریم آسیای بیچنی ایرانه، مرکز فرماندهی جبهه اروپا روسیه است، پوتینه، مرکز فرماندهی جبهه شرق هم شی جین پینه. این سه در مرکز فرماندهی تغییرات جهانی است و به نظر من این وضعیت به گونه پیش میره که پروسه اینا از پس روسیا بر نمیان، از پس ایران بر نمیان و از پس غزه بر نیومدن. الان دارن لباش باش شکست رو میپذیرن و در آخرین صحبتی که بایدن با نتانیاهو کرد دیگه کارشون به دعوا کشید و تلفن قطع کرد بایدن، که با قول معروف نتانیاهو میگفت تا 2 سال این جنگ ادامه داره، میخواد طوری طولش بده که قول معروف بتونه از مزایای رو کار اومدن ترامپ برخوردار بشه. در صورت مسئله پیچیده است. آقای سلیمانی در صورت در خدمت هستیم. شما از مسئله سلام خدمت هستم. ولی بقید اینم اضافه کنم که اسرائیل تو دادگاه لاهه دارن محکوم میکنن و تعجب میکنم که روزنامه‌های ایران هیچ کدوم نه چپ نه راست، روزنامه های تلویزیون هیچ کدوم به این مسئله به این مهمی مثل توجه نکردن. هنوز درگیر سلاورزی هستیم ما، یا آقای سلاورزی هنوز هم خودشو منتخب میدونه و ولکن نیست، هنوز هم درگیر به قول معروف یک مرگ رفسنجانی هستیم. هنوز هم این مسئله جهان داره کم فیبون میشه، ما هنوز هم در خم یک کوچه هستیم در مسئله داخلی. بفرمایید آقای سلیمانی. به نام خدا و با سلام خدمت شما و مخاطبین گرامی. امروز سه‌شنبه 26 دی‌ماه 1402، 16 ژانویه 2024. شما راجع به حملات موشکی ایران به اربیل عراق و ادلب سوریه اول صحبت کردیم. ببینید این حملاتی که شد یه زنگ خطری بود برای اولا اسرائیل، که ببینید مثلا 1200 کیلومتر بله از خرمشهر ادلب رو میزنه، یعنی میتونست از کرمانشاه بزنه، فاصله خیلی کم داره، یعنی ما میتونیم 1500 کیلومتر هم بزن، مهم نیست. بعد اون یک گوشزدی بود به باکو، به طالبان، به اسرائیل، آمریکا، به همه اینا که در منطقه برای ایران شاخشونه میکشن. یعنی یه عده هستن الان، مثلا شما تلویزیون ایران که نشنال رو ببینیم، من اشتم بحثشون رو با آقای سجدی دیدم، اینا حالت میگن ایران چیکار کرده، ایران پاسپورتش ارزش نداره، مثلا جایی نمیتونه برن مردم، اقتصادشون خرابه. معذرت میخوام، اون کیس میشه با آقای سجادی مناظر میشه؟ مهدوی آزاد. این مهدوی آزاد به جان خودم وقتی من چشاشو میبینم اینجوری، مثلا یا آردی که دفاع میکنه از اسرائیل، این مثل دیوانه هاست، مثل اصلا روانی ها. این راجب پاسپورت میگن، راجب پاسپورت ایرانی بیارزشه و این چیزا. اولا اگه شما بیایید دربست در اختیار امارات، در اختیار آمریکا، انگلیس و کشورت در دست اختیاری
در دست اینا بدی، خب اینا به شهروندان ویزا میدن، رفت آمد میکنه، هیچ واسهشون چیز مهم نیست. الان اماراتی ها اصلا ویزا نمیخوان، همه اروپا میرن میان، الان دارن آمریکا رو مت ویزاشون رو برمیدن. این دلیل نمیشه. شما نگاه میکنی پنج کشور جنوبی خلیج فارس تمام اینا ویزا دارن، میتونن برن، پاسپورتشون همه دنیا چیز میکنن. ولی خب آیا فقط عرب اینا، آیا سودانی ها میتونن جای برن؟ حتی مصری ها که در بستر اختیار آمریکایی هم پاسپورتشون ارزشی داره؟ هیچ جا نمیتونن برن، ممکنه میتونن بیان ایران. پس اینا دلیل نمیشه. و میان میگن ایران چیکار کرده برای خودش دشمن درست کرده. نه اینطوری هم نیست. ما اومدیم یه انقلابی کردیم که دیگه تاوان به شما ندیم، 50,000 مستشار آمریکایی نداشته باشیم، خودمون بتونیم کار زندگی بکنیم. 50,000 مستشار آمریکایی که بهترین زندگی تو ایران میکردن و کاپیتولاسیون هم که برقرار بود. این انقلاب از گفتار امام کاپیتولاسیون شروع شد. مثلا میخوام اینجوری میگن این بوتیکای فروشگاه لوکس شانزلیزه، میگن وقتی که یه عرب میاد توی چیز تمام مشتری ها رو بیرون میکنه. اصلا بادم دیدم فرانسوی ها بیرون میکنه، توی انگلیس همه جوریه. بادم دیدم طرف میگن پاسپورت زمان شب اعتبار داشت، اعتبار نداشت، بچه پول دارم میرفتن میترستن برن. و همینی که شما گفتی، من رفتم اداره مهاجرت از آکسفورد رفتم لندن، ایستگاه ویکتوریا رفتم، شهر ایسکرویدون که محل اداره مهاجرت بود، یه هندی بود اونجا مأمور مهاجرت، یه هندی بود، سالن خیلی بزرگی بود، همه ملیت ها نشسته بودن. بعد به بخواستم ویزام رو تمدید کنم اینا، گفتم که گفت که ایرانی ها ویزاشون رو ما تمدید میکنیم، از ورود دارن به انگلیس اگه اینجا بخوان بیان برن اینا. و من گفتم همه ایرانی ها رو آخه چرا مثلا کشور دیگه هستن شما ویزا نمیدید؟ و اولا کل ایران 10% که شناسنامه بیشتر ندارن، 5% هم پاسپورت دارن، اونایی هم که پاسپورت دارن همه وضع مالیشون خوبه، وقتی میان اینجا پول خرج میکنن دیگه، یه نفر از داد سلغون که بونه میشه بدم انگلیس. از اینا خودشون میدونن، الان میدونن مثلا تمام امارات جمعیتش 700,000 نفر مرد بومی و پاسپورت داره، اونا میتونن بیان. 9 میلیون تو امارات هم 8 میلیونشون نمیتونن برن که تو اروپا تو آمریکا میزنه. پس اینا دلیل نمیشه. بعدم ما خواستیم مستقلشون، شما نمیذاریم. شما همه جور برای ما دردسر درست کردیم، نفتتو نمیتونی بفروشی، 5,000 تحریم به ما زدیم، ما اومدیم برجام امضا کردیم، برجام تموم شد، آقای ترامپ باید پاره کرد، برجام ننگین، ننگنامه برجام که الهی شد که ترامپ باید پاره کرد، ما خوشحالم. بعد اومد اونا رو گشتن کنار، 12 فرمان موساد و آقای پومپئو اومد ایراد کرد که این 12 فرمان دوره از اول غنی‌سازی نمیتونیم بکنیم، اصلا هیچ کار اتمی نباید بکنیم، در منطقه هیچ کاری نباید بکنیم، هر چی ما میگیم باید بکنیم، به سر خوبی باشیم، بچه خوب باشیم، هر چی ما میگیم. خب ما اگه اومد انقلاب کردیم، ما انقلاب نکردیم که بچه خوب باشیم که هر چی اینا میگن ما گوش بدیم، که و اینا خودشون میدونن هر روز اول چوب لا چرخ شما میکنن تا این حکومت از بین بره، از خط خارج شه، وضع اقتصادیش خراب شه، حکومت ها نتونن اون کاری که میکنن میخوان برای مردم بکنن. بعد یک سری غربگران با ریش و پشم و اینا میارن به اسم اصلاح طلب و اصولگرا و مهدویون و اینا میذارن تو بین اینا، اینا تمامشون نوکره امپریالیست هم که نمیذارن این کشور جلو بره. ما منابع داریم، یه عده زیادی از همین غربگرایا فقط میخوان این منابع رو بکشن ببرن تو امارات، بکشن ببرن تو کانادا، نمیخوان مردم ایران جلو برن. این تقصیر کلیت حکومت نیست، حکومت بله نتونسته مدیریت بکنه، کم آورده، اینو قبول دارم، ولی مشکل ما یکی دوتا نیست. و بله این اونجایی که ایران قبلا زده بوده اربیلو و بهشون اخطار داده بود دو سال قبل که اگر باز اینجا خبری بشه و بیان بر علیه ما توطئه کنیم، ما به شما ضربه میزنیم. اربیل یعنی مقر موساد در شمال عراق. این بارزانی ها کاملا در دست موساد هست.
یعنی عکساشون از 1960-65 هست. بله. اینا کلن اگه شما نگاه کنی تمام پدرانشون، پدر بزرگاشون اینا تمامشون این بوده. و اصلا کاری که سفارت اسرائیل تو ایران میکرد زمان شاه برای بیشتر برای رفت آمد به شمال عراق بود و همین اربیل اینا بود که با اینا چیز کنه. حالا یه سری حتی اون اتحادیه میهنی که در سلیمانی ها بودن اونا دیدن منافعشون کمه، اونا رفتن با اربیل بدن با خانواده بارزانی کار میکنن. و چی کار میکنن؟ چرا وقتی ترکیه میزنه شمال اربیل و شمال عراق هیچی نمیگن؟ چون که تمام نفت اربیل، نفتی که غیر قانونی خارج میکنه، میره به شالوله نفت ترکیه میخوره که وصل میشه به همون شالوله که نفت آذربایجان میاد، میره بندر جیهون، میره اسرائیل. بس اینا منافع دارن. حالا کردار اگه ترکیه کش مهم نیست، ولی ایرانی ها نزنن. نارتیش اینه که ایرانی ها نزنن، بعد هم همه محکوم میکنن. چرا ترکیه میاد هر روز میزنه شمال عراقو؟ آمریکا انگلیس نمیگن حاکمیت ملی اونجا رو نقض کردی. چرا ایران میزنه حاکمیت ملی عراق نقض شده؟ سفیر چی میگم کاردار ایران فرا میخونن میگن بیاد تو وزارت خارجه جواب بده. سفیر قطن رو فرا میخونن به بغداد از این شوهای توخالی. بعد ایران اینجایی رو که زده، یکیش پایگاه، یه پایگاهی بوده که الحریر در اربیل که مقر آمریکایی‌ها بود، یه قسمتی اون پایگاه که مقر حمله آمریکایی‌ها به مقاومت عراق بوده. به یکی اون فرماندارم هفته پیش به کشتن دادن که دولت عراق اعتراض کرد. و شما میگین حاکمیت عراق، با حاکمیت عراق مجلسش دولتش میان آقا برین این کشور، چون دو حاکمیت شدن به حاکمیت عراق شما اهمیت نمیدیده. ولی اگه ایران حمله کنه حاکمیت عراق رفته سیر سار، همون ایرانی که از دست داعش نجات شون داد، همون داعشی که شما در این در سوریه در ادلب میپرورینی، بهش کمک میکنی که میلیون سوریه رو نابود کنه، ارتش سوریه رو نابود کنه که شما نفتش رو در با شرکت کناکو و اینا در شرق فرات بدوزی. 400 هزار بشکه در روز تا الان 115-120 میلیارد دلار پول مردم سوریه رو دزدیدی. بعد مردم رو گشتن زیر تحریم، تحریم های قیصر، تحریم های مختلف، مردم گشتن توی سوریه و شما دارین به ریش همه میخندید. این حاکمیت ملی کجاست؟ همش این حالت دوگانه است. شما صحبت کردین از برنامه دادگاه دیوان عالی دیوان لاهه. ببینید چقدر مسخره است این آمریکا و غرب. وقتی که دیوان لاهه شروع شد اصلا از لایحه رو که آفریقای جنوبی آورده و داره ازش دفاع میکنه و لایحه رو مثلا داره میگه که به این دلیل به این دلیل به این دلیل نصب شده رو پرسه، هیچ شبکه غربی در آمریکا در اروپا نشون نداد. شما باید از چیز میدید، از جزیره میدید. ولی در پاسخش روز بعد مورد اسرائیل همه جا نشون دادن. آخه این چه مسخره بازیه؟ این میگه پاسخ لایحه. خب شما خود لایحه رو نشون ندیدید، پاسخش رو مردم آمریکا نشون میدید که بگه آره هیچی نبود و این برنامه ما از هولوکاست میدونید با هولوکاست چه ربطی داره. هولوکاست ما یکی از اولین کشورهایی بودیم که کنوانسیون نسل‌کشی رو تصویب کردیم. ما نمیام خودمون این کار رو بکنیم. چرا دارید در عمل این کار رو میکنیم؟ بعد هم همش نشون حماس حمله تروریستی کرده. اصلا حماس حمله تروریستی کرده. خب این عقبه داره. این عقبه داره از کجا؟ اعلامیه بلفور. من هم اینجا پرانتز باز بکنم. فرق بین یک سازمان تروریستی یا غیر تروریستی با یه دولت فرق میکنه. مسئولیت بین المللی داره در دولت. نمیتونه اقدامات مشابه انجام بده. یعنی اگر مثلا اون دولت و سازمان ملل اونجا داره چیز میکنه، این در مقام یک دولت فرض حتی فرض کنیم که حماس اقدامات تروریستی کرده، میگن
واکنش متناسب با اون اقدام با صورت بگیره. مثلا همه کاری کرده جمهوری اسلامی کرده، نمیده که بمباران عراق بغداد همین رو بکنه به خاطر بسرا ایچیدی که خودش در اونجا انجام میده. این در مقام یک دولت داره کار تروریستی بکنه، تمام استنادات دادگاه متناسب با تمام گزارش های بدشکان بدون مرز و نیسف گفتار خود محمود اسرائیلی مقامات خودشون همه گفتار خودشون تو ویدیو بعد اینا میان چیکار میکنن؟ میرن شمال عراق، میرن تو این اربیل که از اول مقر اسرائیل بوده. اینجا چیکار میکنن؟ این آقایی که کشته شده دیزایی تمام نفت شمال کردستان و کردستان عراق رو صادر میکرده، کمک به صادر میکرده ترکیه. بعد شرکت خصوصی اسپی فالکون داشته که مثل بلک واتر آمریکایی اینا اصلا نیروهای چیز درست میکردن، تروریستی خودشون پرورش میدادن برای حمله، برای کشتن مثلا مخالفین اسرائیل اینا تو منطقه. فقط این نبوده که این یه تاجر بوده، بعد تاجر ساختمانی بوده، نفت کردستان میورده، مدیرعامل شرکت فالکون بوده در تجارت با اسرائیل و امپایر به ساختمانسازی اینا میکرده. ولی چرا مقر خونه این یک امنیتی، یک دیواره بلندی باور کنید مثل یک قلعه بود؟ یعنی من توی فیلم ها که دیدم اینه این که قلعه بوده، دیواره کلوفت بتونی، همه ساختمون بتونی. برای چی؟ برای اینکه خودشون میدونستن دارن چیکار میکنن. و خب ایران میاد چیکار کنه؟ میاد بشینه میان تو برنامه چینی کنن تو اینجا و تو ادلب با کمک اینا از و اتاق فکر ادلب بیان حمله کنن به کرمان، 100 تا جوان ایرانی، زن و مرد و بچه ایرانی رو شهید کنن، تیکه تیکه کنن. بعد که چی؟ اینا رفتن چهارمین سالگرد یک سردارشون بوده، یک قهرمان ملیشون بوده، رفتن اونجا زیارت کنن، کاری نکردن، نه اسلحه‌ای داشتن نه کاری کردن. بعدم شما میاد چیکار میکنید؟ میاد تو بلوچستان 11 تا نیروی انتظامی رو میکشین. اینا جواب داره؟ اگر ایران این کارا رو نکنه، اصلا مردم خود ایران دیگه قبول ندارن حکومت رو، میگن حکومت نشسته ما کشته میشیم، شعار میدن اینا. همین الان دارن میگن که این بنز کافی نیست و این کارا درست نیست. بعدم حرفایی که اینا میزنن، مثلا خود مقامات ارتشی آمریکا که من برنامه میبینم، اینا ارتشی های سابق آمریکا میگن تخمین میزنیم در حملات به حوثی ها انصار الله 400 میلیون دلار اسلحه آمریکایی موشک ها خرج باشته. بعد هر راکتی که این حوثی ها میندازن آمریکایی ها میگن بین یک تا دو راکت میخواد که اینو ما بیاریم پایین. با هر راکت 1 میلیون 2 میلیون دلار پولش دیگه، یه راکت 200 دلاری 500 دلاری حوثی ها رو بیاریم پایین. خب این از نظر اقتصادی هم اصلا معنی نداره. بعد هم میگن چی؟ دو تا بهترین نیروهای آمریکا، نیوی سیلز، یعنی ما نیروی خاص بهتر از این در آمریکا نداریم، تخمین میزنن بین 2 تا 5 میلیون دلار برای آموزش این نیروهای مخصوص به نام نیوی سیلز که مال دریایی، نیروی دریایی سیلز هستن، اینا در مخارج برمیدارن. در نزدیکی ساحل سومالی اینا برای حمله به اون برنامه حوثی‌ها نبوده، اومدن میگن چند تا قایقای کوچیک یا کشتی‌های کوچیک بوده که داشته سلاح‌های ایرانی رو، مثلا موتور پهپاد، موتور موشک و قطعات رو از این یک کشتی کوچیک به یک کشتی که منتقل میکنه. این دو نفر میرن که کشتی‌ها رو غرق کنن. خود حوثی ها و ادعایی گفتن که این دوتا رو ما کشتیم، آمریکا میگه این دوتا گم شدن، ما داریم براشون میگردیم. و اگر ایران بیاد مثلا ایران بیاد یه سری
حمایت نظامی بکنه، تسلیحاتی بکنه از حوثی ها، این جنایته. ولی اینا روزی صدها تن موشک ببرن تو اسرائیل رو، موشک هایی که اصلا هدفمند نیستن، 2000 پوند وزنشه، بندازن وسط شهرها و شهرها ساختمان های مردم رو، 25 هزار نفر رو کشتن، 25 هزار کشته که رسمیه، 25 هزار نفر گم شدن زیر اون آوار، اصلا نیستن. بین 23 هزار نفر که 65 هزار نفر که زخمی شدن، پاشون قطع شده بدون اینکه اصلا دوای بیهوشی باشه، خودشون داره نشون میده. پس اینا همش برنامه های چیه؟ برنامه اینه که همه چی دبل استاندارده. استاندارد اینه. بعد سرهنگ مگرگور میگفت ایران غنی‌سازیشو شدیداً برده بالا و فهمیده که بازدارندگی در داشتن سلاح اتمیه. بعد از این تهدیدات که اسرائیل کرد برای ایران اینا، فهمیدن که غنی‌سازی رو بردن بالا، حتی پلوتونیوم غنی‌سازی دارن میکنن که گشته بودن کنار، و این پلوتونیوم در 95% موقعیت ها فقط برای سلاح اتمی استفاده میشه. پس خود اینا دنیا فهمیدن که ایران نمیتونه بشینه هیچ پاسخی نده. بعدم ما میان شهید رضی رو و شهید مقاومت در لایه بیروت رو میکشن، خب اینا بالاخره ایران هم پشت این مقاومت هست، باید یک اکشن عمل خودش بکنه. و همینطور که گفتم حزب، و الان در آمریکا مشکلات انقدر زیاده، بایدن در انتخابات در نزبی در آیوا که برنده شد شروع کرده، الان اینی که داره میدونداری میکنه که مثلا من برنده میشم، در حزب دموکرات هم پشت پرده صحبته از کنار گذاشتن بایدن شده برای بار دوم، و حتی میگن میشل اوباما همسر باراک اوباما رو میخوان بیارن جلو، در چندین شو تلویزیونی و اینا اومده صحبت کرده که الان اینو بکشن جلو، و اوباما هم شروع کرده و در انتخابات بایدن تبلیغات داره میکنه. من فکر میکنم این تبلیغات اینطوری که میگن برای همسرش بشه، یه حالتی مثل کلینتون که برای هیلری تبلیغ میکرد، چون دوره دوم اصلا هیچ شانسی نداره. الان تمام آمار نشون دادن انتخابات امروز باشه ترامپ برنده میشه، در صورتی که اینا همه جور سعی کردن ترامپ رو بذارن کنار، محکومش کنن به عنوان بند قانون اساسی که میگه مثلا بله حکومت بلند شده، شورش کرده در شیش ژانویه، ولی هنوز پیروز نشدن تو دادگاهی برن و محکوم کنن اینو، همش فقط در حد حرف میده فعلا. و مشکلات دیگه که اومده بیرون در مورد فساد مالی بایدن در اوکراین که توسط نماینده سابق مجلس این کشور آندره درکاخ در آخرین مصاحبه خود با خبرنگار ایتالیایی آمریکایی مدارک رو برای بایدن رو کرده. این خبرنگار سیمونا منجیانتیه، به تلاش استیزای بایدن در مجلس نمایندگان کمک کرده، با اینکه به خاطر نبود دو سه مهره در سنا در از جمهوری خواهان بعید است کنار گوشش بشه، ولی در این مصاحبه آندره از فساد مالی، رشوه و پولشویی بایدن در اوکراین صحبت های زیادی به میان آورده. رژیم زلنسکی به خاطر فساد و درگیری خود در این مشکلات را نمیتوان اعتماد کرد به رژیم زلنسکی، و مدارک لازم را به کنگره تقدیم کنم. این طرف گفته که من میتونم مقامات مدرک لازم رو به کنگره آمریکا تقدیم کنم که نشون بده بایدن اونجا چیز داشته، فساد داشته. این تو جریانه، تو جریانه این میلیونر آمریکایی یهودی اسپین است، اپستاین، جزیره مخصوص، بله چیز بسر... اینا همه شون گردشون در اومده، از ترامپ اون تو بوده تا خود کلینتون اون تو بوده، وکیل ترامپ اون تو بوده، اینا همه شون بسرشان همه امانه بوده دیگه. شنیدم، من عکسی ندیدم، خودش بسه این نمیتونم بگم. ولی ببینید این اپستاین چی کاره بوده. این اپستاین
میاد با خانواده که صاحب فروشگاه های سراسری ویکتوریا سیکرت لباس زیر میفروشن، با اینا آشنا میشه، با اینا قاطی میشه و یه شراکت 10-15 درصدی از این شرکت ویکتوریا سیکرت میخره که گفتم لباس زیر زنانه میفروشن بیشتر سراسر آمریکا تا همون بالا شو بدن. این میره اوهایو، تو اوهایو یه قصر 20 اتاق خوابه داشتن و هواپیمای شخصی با اون زنه مکسول چیزلین اینا میرفتن دختر رو اینا از سراسر آمریکا جایی دیگه میوردن تو اوهایو که مثلا شما میخواین مدل بکنیم واسه زیرپوش و مثلا فرصت و اینا ازتون مثلا عکس بگیریم فیلم بگیریم، بعد به اینا تجاوز میکردن، اینا رو پاسداری میکردن به این سیاست برای آدم پرنفوذ. لیست وحشتناکی بله این خیلی اصلا بعد هم آمریکا از شما نمیگونه همه اش میگن که ما با اینا مخالفیم و اینطوری میکنیم اونطوری میکنیم، ولی چون اینا انقدر قدرت دارن نمیخوان ارکان آمریکا بیاد پایین. حتی اون خانواده یهودی که این اپسان در باشون شریک شد تا بو بردن از این برنامه آدم های آبرومندی میدن، زود اینو گشتن کنار، شرکتش هم خریدن، این گفت هواپیما رو از تو میخرم، هواپیما رو فروختن به این، گفتم بعد برو. بعد این رفت تو فلوریدا اول، بعدم رفت تو اون جزیره تو باهاما، یه جزیره خرید برای خودش، یعنی یه قسمت جزیره خرید، جا جزیره خرید نمیدن. بعد این تو فلوریدا هم همین کسافتکاری رو کرد و دادگاه اینو محکوم کرد به اینکه مثلا یک سال شباب زندان بخوابه یه جای محلی نگه میداشتن، صبح بیاد سر کار، تا حتی تو اون یک سال هم این همون جنایات ادامه میداد. اون بازی که اینو نجات داد و اون حکم خیلی آبکی رو به این داد، دوست نزدیک ترامپ بود. اینا همه شون با هم دیگه گیرن، یک از اینا خودشونو آقای دنیا میدونن که مثلا ما خیلی کارمون تمیز، فساد همه دنیا میشه، فساد در آمریکا بیشترینه. من یه شهر کوچیکم تو این منطقه، شهردار اینجا رو 20-25 سال پیش من یادمه که در مرز کانادا، شهر همین شهر که شهردار نبود بازده شده بود، در مرز کانادا گرفتن که مواد مخدر میخواست چیز کنه با نوریگا مثلا همدستی میکرد. اینا همشون فساد هستن، ولی چون اینا انقدر منابع مالی دارن، 26 تریلیون دلار جی دی پی دارن، گردش مالی دارن، فعلا نشون نمیده. همه گیرشون مهندسی بخورن، بگن اینجا همه چی گل و بلبل. نه، اینجا خیلی اوضاع خرابه. و اینطوری نخواهد بود. ولی ایران چیه؟ یه کشوری با یه اقتصاد داغون، فوند جی دی پی ما بین 300 تا 500 میلیارد دلاره که با جمعیت 1/4 آمریکا ما چیزی نداریم. ما اصلا محل گفتن نداریم. ولی حالا غیر از این فساد مالی، زلنسکی و غرب گفتن که باید با روسیه یه جوری کنار بیان، یه کنفرانس صلحی بذارین، که البته زلنسکی گفته این کنفرانس صلح رو از سوئیس که رفته بوده داووس، گفته که کنفرانس صلح رو سوئیس را بندازه بدون حضور شوروی روسیه. آخه من میشه شما با یه طرف جنگ که در جنگ داره اون تو کنفرانس صلح نباشه؟ مقامات آمریکایی با مجله روزنامه اکسیوس و پولیتیکو اینا دارن صحبت هایی به میون آوردن که صلح رو یه جوری برقرار کنن و اوکراین رو وادار کنن که این چهار استانی که سوار شده به اضافه کریمه رو همیشه پاک روسیه حساب کنه تا صلح برقرار بشه، چون هر چقدر پول رو کمک میکنن فایده نداره. با اینکه در میون همین صحبت ها نخست وزیر انگلیس هم رفته کیف، 2.5 میلیارد دلار تقبل کرده که کمک کنه به اوکراین و باهاشون پیمان نظامی هم گفته میبندیم. اوکراین هم در بند 5 میگه که اگه روسیه حمله کرد به انگلیس ما دفاع میکنیم از انگلیس، خودش در پشت نمیتونه دفاع کنه، کوری از اکش کوره دیگه. و دیگه آمریکایی ها خسته شدن و فهمیدن دیگه برنامه در کار نیست و این مجلس که الان اومده سر کار
دیگه نمیخواد پول برای اوکراین بده. همش داره دارن چیکار میکنن؟ دارن وقت تلف میکنن، کمک‌ها خیلی کمه و اینا به نفع اوکراین اصلا نیست. و این برنامه ها که دیده شده، آمریکا در مقام بدی قرار گرفته. الان غیر از اون لایحه‌ای که آفریقا جنوبی برای اسرائیل آورده، به آمریکا گفته که اگه شما بازم اصرار کنید که پشت اسرائیلی بگیریم، خودتونم به عنوان همدست لایحه میاریم تو دیوان لایحه برای شما، که خودتونم همدست اینا. تا آمریکا اینا میگن که این کار اشتباهه و نخست‌وزیر و وزیر خارجه انگلیس میگن اصلا این کار چیه کرده، این کار درست نیست، نباید این کار رو میکرده. بعد پروفسور مرشایمر، جفری ساکس، اینا همه میگن که لایحه آفریقا جنوبی اصلا جای مرگ نداره. تمامش مدارکی از گفتار و کردار خود مقامات اسرائیل بوده. و با اینکه بگم یک گروه هم تماس گروه هم تروریستی رو حمله کرده 7 اکتبر، این دلیل نمیشه که شما این گروه تروریستی هم حمله کنه، نمیتونی بری یک کشور دیگر همه رو بزنید بکشی، 70 تا ساختمان نابود کنی، زن و بچه مردم رو به خاک و خون بکشی که مثلا ما آمدن خودم دفاع کنم. حتی تو آمریکا الان یه نفر بیاد به شما حمله کنه، شما باید متناسب از خود دفاع کنید. شما نمیتونید که مثلا اون بیاد به شما یه مش بزنه، شما مثلا 6 تا تیر بهش بزنید. اونا اجازه نمیدن، مثلا خود آمریکا اجازه نمیدن. ولی بیشتر این برنامه‌هایی که داره میشه به زیان آمریکاست. آمریکا فهمیده با حوثی‌ها هیچ بردی نداره. خود مقامات نظامی آمریکا دارن میگن ما هیچ بردی نداریم، ما اگه بخوایم برد داشته باشیم این همه کمک کردیم به امارات و عربستان، اسلحه دادیم، خلبان بهشون دادیم، 8 سال جنگیدیم نتونستیم حوثی‌ها رو شکست بدیم. ما هم نمیتونیم 200,000 نیرو بیاریم تو یمن پیاده کنیم که اینا رو شکست بدیم، که اونم دلیل نمیشه شکست بدیم. اینجا بدتر از افغانستانه، چون برای در ازای هر یه نفر 3 تا اسلحه هست یمن و اینا نمیتونن بکنم. همینطوری که شما گفتید، همیشه دوز سر گردنه بابولمنده و جبل الطارق همین انگلیس بوده که اینا بندر عدن همیشه گرفته بودن. مثلا همین اون جبل الطارق هم یه کوه کوچولو رو گرفتن، میگن این شهر جبل الطارق، اینا میخوان با انگلیس بمونن. بعد اونجا که میشه میگن رفراندوم میگیریم، خود اینا رفراندوم گفتن میخوان با انگلیس بمونیم، ولی هر کی دیگه رفراندوم میگیره قانون میگه که همه کشور باید رای بدن. ما رو روسا رو میگن درست نیست این 4 ایالت 4 استان، چون همه کشور رای ندادن به اینا. ولی اونجا جبل الطارق رای میده که بخش اسپانیا بوده، که اسپانیا همیشه میگه اینجا مال ماست، اون مهم نیست، چون همیشه استانداردها دوگانه است. اینی که ما داریم میبینیم همینه. و این آیه سلیمانی دیران سیناگوگی اون ایرانیه که با چیز بود، با همون با ایرانیه همدست بود، با شوهر چیز، نه سیناگوگی مرکز یهودیان، سیناگوگی بهش میگن دیگه. بله، این چیزهای زیر زمینی، چون آقای نتانیاهو از زیر زمین رفته، این رئیس جمهور آرژانتین هم رفته، میگن که پسر شاه میگن اون این زیر زمین رفته توی این سیناگوگی. اینا رو همه چرا پلیس اف‌بی‌آی های همشون رو گرفته و اونجا پرونده های زیادی هم اونجا به صلاح، چون این پرونده به سرش هم توی جرنا آسپین هست، اپستاین اینجا میگم، اپستاین هم تو اینجا هست. و اونجا چی هست قضیهش؟ قضیه اینجا رو نمی کنن. اینجا ببینین، هر موقع که یه چیزی مقامات سیاسی مهم توشه رو نمی کنن. به این وقتی اپستاین گفتن خودکشی کرد در زندان منهتن، این زندان امنیت 4 لایه داده، یعنی 3 جور دوربین به 3 قسمت بسله.
یعنی اگه یه نفر خوابش بره دوربین رو نبینه، اینجایی نیست که اون دو نفر دیگه هم نبینه. اون شب نه سه تا دوربین ها کار میکرده، نه گاردا اونجا بودن و اصلا معلومه اونجا خودکشی کرده. اصلا خودکشی کردن نم تو کار نبوده، اینو خودکشوندنش به نظر من، تو میخواستن که دیگه گنده چیزا در نیاد. و وقتی هم رفتن اون خانم چیزلین رو گرفتن که میگوتن هم دستشه، دوست دخترش اول بود اون یهودی انگلیسی که پدرش خیلی نفوذ انگلیس داشت، وقتی اونو گرفتن اون تمام لیست اینا رو داده، همکاری کرده بود مثلا بهش تخفیف بدن، گفتن ابده، بعد گفتن همکاری کن، بعد همکاری کرد 20 سال بهش دادن که الان مثلا 2 سالشون. بعد همه مردم آمریکا میگن خب اینایی که این خانوم آورده و اینا تجاوز کردن به دختر 13 ساله، 16 ساله، 20 ساله، 18 ساله، اصلا بدون رضایت خودشون. اولا تو آمریکا که هیچ زنی قبل از 13 سال نمیتونه خودش رضایت بده، پدر مادرش باید رضایت بدن اگه بخواد با این مرد دیگه باشه، با هر مردی باشه. بعد 17 سالم اون چند تا اینا 20 سالم بودن بهشون تجاوز شده، که یکی از همینا از اندرو شاهزاده انگلیسی 8 میلیون پوند کاخ باکینگهم داد که دست از سرش برداشت. و اونای دیگه که خانم چیزلین میگه من گفتم، میگه چرا اونا رو پس نمیارن رو، فقط خواستین منو زندان کنین، خب منو زندان کردین، نمیذارنم حرفش به جایی برسه. اینا برنامه‌شون همینه. بعدم کاراشون چیه تو آمریکا؟ شما شهروند آمریکا باشی، اینجا به دنیا آمده باشی، اصلا اینا مهم نیست. ببین گونزالو لیرو یه آمریکایی بود که در آمریکا به دنیا آمده، از خانواده شیریایی. این در شهر دونتسک زندگی میکرد و مخالف اوکراین بود. میگه اوکراینی ها آمده اینجا حمله کردن، کشتن اینا. بعد این شخص زندانش کردن حکومت اوکراین، یه بار زندانش کرده بودن، بعد اوردنش بیرون، مثل گفتن باید همکاری بیشتر بکنی، همکاری نکرده هرچی. این در زندان اصلا زاتوریا کرد مرد، انقدر این گفت به من کمک کنید. الان پسر ترامپ و چندین نفر آمریکایی اومدن که آقا این سیتیزن آمریکا، شهروند آمریکا بوده، شما یه اشاره میکردی به زلنسکی از زندان در میآوردن، گوشتن اونجا بمیره چون برخلاف شما داشت اینجا صحبت میکرد. اینا همش استاندارد دوگانه است، نه هر موقع منافع خودشون باشه اون قانون پیش میره، منافع خودشون نباشه قانون پیش نمیره. اصلا از این خنده دارتر که لایحه آفریقا جنوبی رو نشون نمیدی، بعد لایحه دفاعی اسرائیل رو نشون میدی، تمام شبکه های غربی، آخه یعنی چی؟ خب سوال منم همین جاست که تو ایران که شدیداً پیگیری مسئله است، نه رادیو تلویزیون برنامه گذاشته در مورد این دادگاه، نه روزنامه چپ راست و اینا، همه خف و خون گرفتن به طرز عجیبی، هستم غیر قابل تصوره که چند تا روزنامه چند تا سایت نوشتن یه چیزایی، آدم چی؟ حق نباید بگذن، ولی اون به اون گسترشی که باید پخش کنن و بپوشونن نبوده، خدایش نبوده. و من فکر میکنم یکی به خاطر اینکه سردرگمیه، یکی از قوانین درست متوجه نمیشن، فکر میکنم چون که میدونی که این دادگاه برای محکومیت اسرائیل اولش نیست، این دادگاه برای نشان دادن نسل‌کشی و توقف کامل درگیری هاست، یعنی زور بیارن به اسرائیل که حملات رو دیگه متوقف کنه، آتش بس بشه تا بتونن سازمان‌های جهانی ببینن چه خبر شده. این لایحه اینه، لایحه‌های بعدی میتونه بره تو دادگاه و نشون بده مثلا محکوم بکنن یا نکنن. بعدش هم ببینید آخر این لایحه میرسه به شورای امنیت آمریکا به تو میکنه، ولی اعتبار آمریکا تو دنیا نابود داره میشه و اونجا هم بره به تو بکنه دیگه تمومه، یعنی همه بهش میخندن چون اینا منافعشون آمریکا، بزرگترین زیان تو این برنامه آمریکا داد و نشون داد که اصلا اونی که میگه من طرفدار حقوق بشرم و پشت مثلا حقوق انسان و هستم اصلا نیست، همیشه یک طرفه و دنبال منافع خودشه و پایگاهش در منطقه که اسرائیل و هر جا دیگه باشه، حالا اوکراین باشه، اوکراین
یکی از فاسدترین حکومت های جهانه. همه میدونن از موقعی که اینا از روسیه سوا شدن یکی از فاسدترین حکومت های جهان بودن، چه اون موقع که دست روستوارا بود، چه اون موقع که دست اوتریتوارا بود. ولی روستوارا اقلا با همسایگان خودشون یه رفتار خوبی داشتن و که سر قدرت بودن، تا اینا اومدن انقلاب نارنجی رو کیک کردن 2014، اومدن روستوارا رو زیر فشار گشتن به کشتن بدن. بعد اینا تمام سیستم های غربی رو وارد کردن، ما با غرب میخوایم همه جوره در دست باشیم. از 2003 که سرباز بردن توی عراق و افغانستان و به عنوان سومین نیرو بعد انگلیس و آمریکا انگلیس اینا بودن. بعدم تمام سلاح‌های ناتو، تمام کمک‌های ناتو، تمام تمرینات ناتو رو به اینا دادن، ولی اینا عضو ناتو نبودن. که مثلا فصل 5 ناتو هر کشوری به ناتو بهش یه کشور ناتو حمله شه اون رو بیان دفاع کنن نبوده، ولی بیشتر دارن دفاع می‌کنن. نیرو ممکنه نبرن، ولی 200 میلیارد دلار تا حالا اسلحه و پول و اینا کمک کردن که 100 میلیارد شده دزدی شده. خود زلنسکی همه اینا بردن پولا رو خارج از کشور، که اون خبرنگار مصری که اومد فاش کرد و اصلا ترورش کردن، طرفدار اوکراینه بود و خبرنگار دو هفته پیش. ولی کلا همینه دیگه، تو آمریکا پول صحبت میکنه، اصلا پول و قدرت. شما پول نشویش تو آمریکا وکیل خوب بگیری جرم قتل هم باشه به احتمال زیاد فرار میکنه، ولی نباشه مدارک هزار جوره هم باشه که شما اصلا این کار نکردی ممکنه محکوم بشی. این خیلی جای دنیا اینطوری، ولی آمریکا اینا چون اینا خیلی حرف از حقوق بشر میزنن، من از اینا واقعا سرخورده شدم. یعنی انتخابات آمریکا چه انتخاباتیه؟ الان شما دو نفر میاری، یه نفر که کلاشه حقوقبازی مثل ترامپ که ده ها پرونده قضایی داره، پولای مردم رو خورده، پولای شرکت رو خورده، اعلام وشکستگی کرده، بعد میگه قانون رو شما نوشتین به باید بهتر. کلینتون میگفت شما تو مجلس میگه قانون شما رو من استفاده کردم، پس من خودم کلاشم، از سوراخ‌های قانون استفاده کردم پولدار شدم. خب یا اینه یا بایدنی که دیگه دیدیم تمام جرمش رو تو اوکراین، و همین آدمی که پسرش ماهی 50 دلار از شرکت گاز اوکراین پول میگرفت، پسرش که از گاز هیچ خبری نداره، بعد پارکینگ خونه آقای بایدن رو توی دلیور آمریکا ما 47 هزار دلار اجاره کردیم، که مثلا بگه درآمدم 3 هزار دلار مالیات هم نده تو. اینو من دیگه اصلا فساد یعنی چی؟ این مشکلی که ما داریم یکی دوتا نیست، چون که با یه دنیایی طرفیم و یه عده باز اینو متوجه نیستن. ما با یه دنیایی طرفیم که زور حرف اول آخر میزنه، شما زور نداشته باشی وجود خارجی نداری. و من خودم همیشه گفتم، بازم میگم، من به فوتبال رهبری اینا کار ندارم، رهبر هر کاری میخواد بکنه. سلاح اتمی حق مسلم ماست، یا برای همه یا برای میشه. الان خود مرشایمر، پروفسور مرشایمر گفت ایران اتمی خیلی خطرش کمتر ایران غیر اتمیه. وقتی که بدون چیز بهش حمله نکنی ایران رو میگه کاری نداره به کسی. مگه پاکستان و هند وقتی جفتشون اتمی شدن دیگه حمله به هم کردن؟ دیگه حمله نیست، تمومشون رفت. اینه که یا باید برای همه باشه. اگه الان شما فکر کن کره شمالی این سلاح اتمی نداشت، اصلا وجود داشت؟ اصلا وجود نداشت. ما نمیخوام به کسی حمله کنیم، ما نمیخوام کشتار جمعی بکنیم، ولی نمیخوام کشتار جمعی به علیه ملت ما باشه. اینا از 200 نفر 100 نفر ظاهر شهید سلیمانی نمیگذرن. بگوین اینا اگه سلاح اتمی داشتن بتونن استفاده کنن نمیکنن، برنامه که میکنن. الان اسرائیل این فکر کنه میتونه به ایران بزنه، پاکستان جوابشو نمیده، یا موشک های ایران شخ نمیزنه، خب میزن. ما هم باید سلاح اتمی داشته باشیم. الان دنیا اینطوری شده که الان همه ماشین سوار شدن، ما که اولاق نمیتونیم سوار شدن. سلاح معمولی مثل اینکه شما با اولاق بری رفتن میکنی یا با ماشین رفت پرد حرکت میکنه، رو هوا بونده. در صورت اینا رو ما لازمه که لازمه دفاع از کشوره.
و بله وضع اقتصادی باید درست باشه، فساد و باید اینا فامیل بازی و نپتیزم به قول انگلیسی اینا رو بزنن کنار، از بین خودشون فامیل خود اول خودشون رو بیارن چهار تا اعدام کنن بگن این پولا رو خورده، همینطوری که چین شد بعد یک قرن سرخوردگی. چین چجوری شد؟ چین تعداد اعدامای چین رو ببینی برای یک کشور 1.4 میلیاردی سال 800-900 نفره اکثر اینا مقام دولت کرد. ما تو تون میان میونیم هیچ خبر نیست، این خود 5 میلیارد دلار، اون خود 20 میلیارد دلار میذارم میرم. و اگر ایران کل بودجه نظامی 6 میلیارد دلاره، 1 میلیارد دلار خرج نظامی یا کمک در خارج از مرزش، آو سپاه همه پولا رو برد. با شما که 20 میلیارد دلار فولاد و اینا دارن پول خارج می‌کنن هر سال، چه جلو اونا رو نمی‌گیری؟ ولی چیکار می‌شه؟ دست ما نیست. کنترل دستی است. خیلی ممنون. متشکر و سپاسگزارم. خیلی ممنون از دوستان تعامل کردن راست صحبت ما رو گوش کردن، خیلی ممنون. شبتون خوش، پیروز و سروران باشید. شب خوش.